سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اتحاد موسکو و تهران تهدیدی بالقوه است. و ادعای رویترز ایران می‌خواهد به روسیه موشک و پهپادهای بیشتری دهد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اتحاد موسکو و تهران تهدیدی بالقوه است. ودانت پاتل سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفت که جهان باید به اتحاد روسیه و ایران به عنوان تهدیدی بالقوه نگاه کند. وی در ادامه سخنانش گفت گام‌های قدرتمندی برای مقابله با تحویل پهپادهای ایران و دیگر تسلیحات به روسیه برخواهیم برداشت که از جمله می‌توانیم به اعمال تحریم‌ها اشاره کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد همچنان معتقدیم که مسیر دیپلماسی بهترین مسیر برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است. پاتل مدعی شد که کشورهای منطقه تعمیق روابط روسیه با ایران را تهدیدی برای خود می‌دانند. ادعای رویترز ایران می‌خواهد به روسیه موشک و پهپادهای بیشتری دهد. رویترز به نقل از دو مقام ارشد و دو دیپلمات ایرانی میگوید تهران علارغم مخالفت و خشم آمریکا و قدرت‌های غربی به کرملین تضمین داده است تا علاوه بر تعداد بیشتری پهپاد، موشک‌های زمین به زمین نیز در اختیار روسیه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز این قرارداد تسلیحاتی در سفر محمد مخبر معاون رئیس جمهوری ایران به همراه دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران و یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی ایران به مسکو در 6 اکتبر به امضا رسیده است. آنها در این سفر با مقام‌های روسیه بر سر نحوه تحویل تسلیحات نظامی گفتگو کردند. یکی از دیپلمات‌های ایرانی آگاه درباره این سفر به رویترز گفت روس‌ها خواستار پهپادهای بیشتر و موشک‌های بالستیک ایرانی با دقت بالا به ویژه از خانواده موشک‌های فاتح و ذوالفقار بودند. یکی از دیپلمات‌های غربی آگاه به این مسائل با تایید اظهارات دیپلمات ایرانی می‌گوید که قرارداد امضا شده بین ایران و روسیه شامل موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از جمله ذوالفقار می‌شود. دیپلمات ایرانی با رد ادعای مقام‌های غربی مبنی بر اینکه چنین نقل و انتقالاتی ناقض قطعنامه سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل است میگوید محل استفاده از تسلیحات به فروشنده مربوط نمی شود. ما در این مخاصمه مثل غرب از اوکراین جانبداری نمی کنیم. ما علاقمند هستیم که این درگیری به طرق دیپلماتیک حل شود. اگرچه اوکراین در هفته‌های اخیر بارها از استفاده نیروهای روسیه از پهپادهای ایرانی شاهد 136 در حمله به این کشور خبر داده است، اما ایران فروش پهپاد به روسیه را انکار می‌کند و کرملین هم روز سه‌شنبه استفاده نیروهای روس از پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین را رد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه در پاسخ به اینکه آیا روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده می‌کند یا خیر گفت که مسکو هیچ اطلاعاتی درباره استفاده از این پهپادها در اختیار ندارد. وی افزود در جنگ با اوکراین از تجهیزات روسی با نام‌های روسی استفاده می‌شود و هر سوال دیگری در این مورد باید به وزیر دفاع ارجاع داده شود. وزارت دفاع تاکنون هیچ اظهار نظری در این باره نکرده است. وجود موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در زرادخانه مسکو در جنگ اوکراین می‌تواند به افزایش تنش میان ایران و آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی بیانجامد. یکی از مقام‌های ارشد امنیتی ایران نیز به رویترز گفته است روس‌ها علاقمند هستند صدها موشک از جمله موشک‌هایی با برد متوسط را از ما خریداری کنند، اما به آنها گفته‌ایم تنها چند صد موشک ذوالفقار و فاتح 110 کوتاه‌برد را می‌توانیم در مدتی کوتاه برایشان ارسال کنیم. و اضافه کرده است نمی‌توانم زمان مشخصی برای تحویل این موشک‌ها به شما بدهم، اما عملیات ارسال به زودی طی 2 یا 3 مرحله انجام خواهد شد. یکی از مقام‌های اروپای شرقی که به ردیابی فعالیت‌های تسلیحاتی روسیه می‌پردازد می‌گوید که اگرچه مدرک خاصی دال بر تایید انجام این معامله تسلیحاتی در اختیار ندارد، اما متوجه انجام این معامله شده و تصمیم بر انتقال تجهیزات توسط رهبران ایران و روسیه گرفته شده است. یکی دیگر از دیپلمات‌های ایرانی گفته است که مسکو شخصاً خواهان موشک‌های زمین به زمین کوتاه‌برد فاتح 110 و ذوالفقار بود و ارسال این محموله حداکثر طی 10 روز انجام خواهد شد. رویترز با استناد به 3 مقام دولت ایران همچنین نوشته است که تهران پیشتر در ماه سپتامبر درخواست پوتین برای خرید پهپادهایی با برد بلند آرش 2 را رد و دلیل رد این درخواست را مشکلات فنی ذکر کرده بود. یک مقام ایرانی در این باره گفته است فرماندهان سپاه پاسداران نگران این مسئله بودند که اگر روسیه از پهپادهای آرش 2 در جنگ با اوکراین استفاده کند، آمریکا به فناوری ما دسترسی پیدا خواهد کرد.